وقتی میخواد از اشیا فیلم بگیره با نماهای بسته‌تر روبرو هستیم تا زمانی که کاراکترها هستن و حالا فضای خونه هست، فضای خیابون هست، اونجاها بیشتر نما بازتره چون تاکید خاصی روش نمیشه و اصلا در راستای فیلم نیست. من سجاد هستم. اومدیم با یک برنامه دیگه ای از کارگاه کارگردانی و بازیگری با گروه هنری ساویز. توی کارگاه سینمای این هفتمون رفتیم سراغ یک فیلم کوتاه جدید، فیلم کوتاه استیلینگ سیلور یا به فارسی سرقت نقره، محصول سال 2018 از کشور انگلیس که با هم میبینیمش. اگر نکته یا آموزشی بود من به شما ارائه میدم و شما هم اونو میبینید و امیدوارم لذت ببرید. پس بریم سراغ برنامه این هفته. So why am I here? Why am I gonna stay? No. No! I'm sorry. It's either in there or on the floor in here, I suppose. Either way, I really gotta go. Come here. نکته‌ای که در مورد ساخت فیلم‌های ترسناک و ژانر وحشت باید رعایت بشه اینه که همیشه ما در فیلم‌های ژانر وحشت وقتی در راستای قوانین و قواعد کلاسیک ساخته بشه با یک دختر نوجوان یا جوان تنها مانده‌ای روبرو هستیم که در خانه‌ای متفاوت از باقی خانه‌ها زندگی می‌کنه و توی این خونه و با توجه به وجود این کاراکتر توی این خونه داستانهایی پیش میاد که با همین فرمول برای ما اون موقعیت وحشت رو ایجاد میکنه. توی همین فیلمم هم که تا الان توجه کردید میبینه کاراکتر اصلی یک دختر جوانی و نوجوان هست که البته طبق قواعد کلاسیک باید این دختر موی بور هم داشته باشه که حالا اون زیاد قطعی نیستش، اما این هم جز فرمول هست و در یک خونه قراره تنها زندگی کنه و در راستای دیالوگ ها متوجه میشیم که یک پیرمرد دیگه‌ای به عنوان یک انسان دیگه در نزدیکی اون زندگی میکنه و قراره برخورد این کاراکتر با کاراکتر پیرمرد داستانهایی رو برای ما ایجاد کنه. به چه زیبایی توی 2 دقیقه اول کلی اطلاعات به ما داد. Hey! Bloody times! Oi! Imbeciles! Mate, what are you doing? It's late! What? Ah. Well? Nina! What? You're back. Oof. Before you say anything, I haven't lost them. My box of silver is here somewhere. Just gotta find it. Silver? What are you talking about? Dark.
Who are you? You're in my house. Who are you? Look, get out of here. I don't want you in here. Get out. I'm Alex's sister. She lives just across the... Mate, I helped you outside literally a second ago. Do I look as if I'm outside? Let me see you go. Don't worry, I'm fucking leaving. I live over here. Prove it. You know my sister, right? Oh, Alex. Yes. Yeah, she sees me most days. She has much kinder eyes. So I'm here to look after you, see if you need anything or whatever. I don't need anything. Yeah, the house looks great. You know, you can't see much of your sister if I haven't seen you before. Maybe you don't care what she thinks of you, You're a bit of a bastard, aren't you? Well, it's just the German way. You are German, right? Yes, I, I'm lots of things. نکته دیگه ای که توی فیلم های ترسناک هست توجه به موضوع نورپردازی هست، نه به طور کلی از نقطه صفر تا انتهای فیلم این رعایت بشه، اما اون چیزی که به عنوان نورپردازی غالب هست استفاده از نورهای موضعی و منابع نوری مصنوعی هست، مثل چراغ قوه، مثل صفحه لپتاپ که دیدید، و اغلب اتفاقهای داستان توی تاریکی صورت میگیره، نه تاریکی که چشم رو نبینه، اما تاریکی که دیگه با روشنایی روز خیلی فاصله داره. درسته بعضی موقعها ما از یک تاریکی به یک روشنایی میرسیم از لحاظ نوری و این روشنایی روشنایی روز هست و باید هم باشه. این در راستای همون بحث ضد ریتم هست تو بحث نورپردازی، با توجه به چیزهایی که من در جلسات قبلی توی بخش کارگاه تئاترمون براتون گفتم که میتونید حالا به پلیلیست نورپردازی مراجعه کنید تو کانال و تماشا کنید. بریم ادامش. Thought you couldn't stand the smell of the chemicals, Miller. Have you found your silver yet? That's what we were doing. Oh. Come on. Let's look for them. You think they're worth something? Well, priceless, really. Well, I mean, how many years has it been, huh? I couldn't say. Quite the life you've lived, Udo. We've lived. Mm.
Why are you taking pictures of the neighbours? Well, we can't go too far from the house these days, can we? I want to see some pictures from your time in Germany. What, me too? Exactly. Do you know, I can't find the blast. It's in a metal box. And I can see it, and it's... Hey, it's fine. It's fine. وقتی با یک فیلم در ژانر وحشت روبرو هستیم، انواع و اقسام مختلف داره ژانر وحشت و زیرشاخه‌های متفاوتی داره که حالا به فراخور فیلم‌هایی که در کارگاهمون خواهیم دید در آینده بهتون میگم. اما این چیزی که داره اینجا اتفاق میفته، فیلم از ژانر وحشت در قسمت رازگونه هست، در قسمت فیلم‌هایی هستش که رمز و راز و سوالاتی که برای مخاطب ایجاد می‌کنه ترس رو ایجاد می‌کنه و این سوالاتی که داره به عنوان رمز و راز توی این فیلم مشخصاً بیان میشه، این رمز و رازها در مورد اشیا هست. بنابراین اون چیزی که توی فیلم برداری توی این فیلم روبرو میشید باهاش اینه که وقتی میخواد از اشیا فیلم بگیره با نماهای بسته‌تر روبرو هستیم تا زمانی که کاراکترها هستن و حالا فضای خونه هست، فضای خیابون هست، اونجاها بیشتر نما بازتره چون تاکید خاصی روش نمیشه و اصلا در راستای فیلم نیست. بریم ادامش. For Udo Hertz. Ah, right. Yes, thanks. My love, I can picture where it is. Come to the dining room. Okay, sweetheart, you show me, I'll help. Something else? Nah. Then sod off. Fuck, Udo, come on, come away. What are you doing? Alex's sister, isn't it? Did you want tea? No. Come on, Udo, sit down. Hmm? Don't be ridiculous. Do you know, I haven't had much company recently, so I put on a shirt for you today. Like it? Very nice. Yeah, and my father said that you should always dress up for a lady. Sounds sweet. It was him who put me on the train that evening. My mother, she couldn't face to say goodbye. People were scared. But we were saved. I was six. Never saw my mother again. Listen. I have to go back. I'll come and visit you again soon. Just stay away from the stove, yeah? توجه کردید موزیک متن یهو قطع شد؟ چه بهتر بودش که توی مرحله تدوین این موزیک متن فید میشد و صحنه عوض میشد. نمیدونم چرا این کار کرد، ولی از لحاظ شنوایی وقتی داریم با فیلم همراه میشیم یه جورایی ما رو دور میکنه از فضای فیلم. بریم ادامش. ما 10
10 دقیقه از این فیلم کوتاه سرقت نقره به کارگردانی مارک لوباتو رو با هم دیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. فقط یه نکته‌ای هستش که به عنوان نقد میخوام علاوه بر چیزی که در مورد تدوین گفتم سر موسیقی در مورد این فیلم بگم، اینه که مناسبات بین کاراکترها، هر نوع رابطه‌ای که باشه بین کاراکترها، باید منعقد بشه برای من تماشاچی و احساس کنم تو این کار اون پختگی صورت نگرفت از ابتدای فیلم، چون در یک آن دختره فهمید پیرمردی وجود داره، رفت بهش سر بزنه، پیرمرد عصبانی بود اما شناختش، یه لحظه دختر نتونست باهاش گرم بگیره و سریع این دوتا با هم اوکی شدن و گرم گرفتن و دوباره پیرمرد گفتش تو خونه من چیکار میکنی، با بحث از خونه خارج شد و فرداش همه چی دوباره بینشون اوکی بود و در این حد که رفت زفت و رفت کرد پیرمرد رو کاراکتر دختر و هیچ بحث دیگه بینشون پیش نیامد. اینقدر سریع عوض شدن 180 درجه روابط بین کاراکترها قابل پذیرش نیست و یکم باعث فاصله گذاری میشه. امیدوارم که طبق معمول از ما حتما حتما حمایت کنید و همین الان لطف کنید به صفحه اول کانال یوتیوب ساویس مراجعه کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله طلایی رو به صدا در بیارید تا هر وقت جلسه جدیدی از کارگاهمون منتشر شد اولین نفر باشید که اونو میبینید و حتما منتظر لایک و کامنتاتون هستم. اگر فیلمی مورد علاقتون هست برام تو کامنت ها بنویسید و این فیلم حتما فیلم کوتاه باشه، فیلم بلند رو متاسفانه نمیتونیم که بریم بررسیش کنیم و کارگاهش رو برگزار کنیم و حتما حتما توی اینستاگرام ساویس و توی کانال تلگرام ساویس و همچنین توی توییتر هم ما رو حمایت کنید. تا برنامه بعدی سلامت باشید.